سرخط خبرها، سیگار، کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان تحت تسلط طالبان را بررسی می‌کنیم. وزیر خارجه روسیه: برای دستیابی به یک حکومت فراگیر در افغانستان راه درازی در پیش است. درگیری خونین در استراتژیک‌ترین ولایت جنوبی افغانستان. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که بررسی‌هایش را در پیوند به فعالیت دولت آمریکا در افغانستان زیر کنترل طالبان آغاز می‌کند. سیگار در شتیویدهای گفته است که این بررسی‌ها را به درخواست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا انجام می‌دهد. بر اساس معلوماتی که سیگار نشر کرده است، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ماه مارچ سال روان میلادی از این نهاد خواسته که فعالیت‌های جاری دولت این کشور در افغانستان را در 14 بخش بررسی کند. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که در پاسخ به این درخواست 3 تعامل جدید را در افغانستان روی دست می‌گیرد. بررسی استفاده از اوجای اقتصادزاده شده آمریکا به نفع مستقیم طالبان، خرید، انتقال، تبدیل و استفاده از دلارهای کمک شده این کشور برای فعالیت‌ها در افغانستان پس از تسلط طالبان و نظارت بر سازمان‌های بین‌المللی عمومی که کمک‌های مالی آمریکا در افغانستان را دریافت می‌کنند، از وظایف تازه سیگار در مأموریت جدیدش در افغانستان گفته شده است. گفته شده که این مأموریت کمک‌های مالی آمریکا از ماه اگست سال 2021 تا 10 روز نخست ماه اپریل سال 2023 میلادی را در بر خواهد گرفت. به دنبال گزارش جنجالی کاخ سفید از نوع بیرون شدن نیروهای خارجی به رهبری آمریکا در سال 2021 از افغانستان و تسلط بر قوای طالبان بر این کشور، ظاهرا جمهوری خواهان مسلط بر مجلس نمایندگان آمریکا فعالیت‌های دولت بایدن در افغانستان را بیش از پیش زیر ذره‌بین بردند. وزیر خارجه روسیه: برای دستیابی به یک حکومت فراگیر در افغانستان راه درازی در پیش است. در نشست دو روزه سمرقند، وزیر خارجه طالبان بیشتر در تلاش کسب همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی این 7 کشور همسایه بود، اما کشورهای منطقه و همسایه افغانستان نیز خواسته‌های خودشان را داشتند. وزیر خارجه روسیه پس از پایان دومین و واپسین روز این نشست بر ایجاد یک حکومت فراگیر تاکید کرده و خواهان افزوده شدن اقوام غیر پشتون که از لحاظ سیاسی با طالبان همسو نیستند شد. او افزود: هنوز برای ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان راه دراز در پیش است. طالبان دولتشان را تشکیل شده از ازبک‌ها، تاجک‌ها و هزاره‌ها می‌دانند، اما در اصل این اقوام از رهگذر سیاسی با گروه طالبان هم فکر هستند. در نشست سمرقند، وزیران خارجه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، روسیه، چین، ایران و پاکستان حضور داشتند. ظاهرا برخلاف انتظار طالبان، در این نشست تمام طرف‌ها فعالیت‌های گروه‌های راس‌افغان در افغانستان به شمول داعش، شاخه خراسان القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی را تهدید برای امنیت منطقه و جهان دانستند. جان باختن 9 نفر در یک درگیری مسلحانه در ولایت پکتیکا. منابع محلی در ولایت پکتیکا میگویند که در درگیری میان گروه طالبان و یک فرد مسلح در ولسوالی خیرکوت این ولایت 9 نفر به شمول 8 عضو یک خانواده کشته شدند. به گفته منابع، این درگیری جمعه شب زمان رخ می‌دهد که نیروهای گروه طالبان به هدف دستگیری یک مجرم بر یک خانه در منطقه پایین دخیل ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا عملیات را اندازی کرده بودند. در درگیری دو طرف 8 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان و یک فرد مسلح کشته شدند. گفته شده است که 5 کودک پسر و دختر و 3 زن در میان قربانیان شاملند. منابع می‌افزند که فرد مسلح در حال فرار داخل خانه کسی دیگر شده و به منظور نجات خودش اعضای این خانواده را گروگان گرفتند. طبق اظهارات منابع، عملیات این گروه نیز پس از گروگانگیری این فرد مسلح بر این خانه انجام شده است. هنوز مشخص نشده است که 8 عضو این خانواده در تیراندازی فرد مسلح کشته شده و یا نیروهای طالبان. مسئولان امنیتی گروه طالبان در ولایت پکتیکا تاکنون در این باره چیزی نگفتند. مأموریت تسکین یونما و دردهای افغانستان. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در اعلامیه تازه‌اش نوشته است که پس از اگست 2021 تلاش کرده است به حضور و خدمات خیش ادامه دهد تا از رنج بی سابقه مردم افغانستان کاسته شود. این جمله بیانگر ماهیت حضور کنونی یونما در افغانستان است و نشان می‌دهد که آن سازمان چه مأموریتی برای خود قائل است: کاهش رنج مردم افغانستان.
این نگاه یونما به ماموریتش در افغانستان با آنچه سازمان ملل در زمان تشکیلش در سال 1945 اعلام کرده بود تفاوت بنیادی دارد. هنوز منشور اولیه آن سازمان در ظاهر معتبر است و در اعلامیه اخیر نیز از آن یاد شده و محدودیت‌های طالبانی بر فعالیت کارکنان زن آن سازمان در افغانستان با اتکا بر همان منشور غیرقانونی خوانده شده است. اما در منشور نقش توزیع کننده مسکن و کاهش رنج انسان‌ها برای سازمان ملل تعیین نشده بود، بلکه نجات آدم‌ها از بلاهای جنگ و بی‌عدالتی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر وظیفه اصلی آن اعلام شده بود. در منشور سازمان ملل آمده است که ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ و غیره و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لام برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر مصمم شده ایم که برای تحقیق این مقاصد تشریک مسای نماییم. در آن منشور سازمان ملل یک نهاد منفعل کمک‌رسان و ناصح جنگ‌سالاران و ترورسان معرفی نشده، بلکه اعضای آن سازمان موظف گردیدند تا از اقدام قهری یعنی فقره 5 ماده 2 آن سازمان برای تحقق اهداف ذکر شده در بالا حمایت کنند. فصل 7 منشور به تنظیم اقدامات قهری اختصاص یافته و در آن به تفصیل چگونگی استفاده از نیروهای زمینی، بحری و هوایی علیه دشمنان صلح و عدالت و امنیت بشری سخن رفته است. در ماده 39 به شورای امنیت سازمان ملل صلاحیت داده شده است تا در برابر هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز اقدام کند. نوع اقدامات را در مواد 41 و 42 توضیح داده است که شامل اقدامات نرمی چون اعمال تعزیرات و محدودیت‌های تجاری مخابراتی و سیاسی از یک سو و در صورت ضرورت اقدام به حمله نظامی از طریق هوا، دریا و زمین برای حفظ و اعاده صلح و امنیت از سوی دیگر می شود. در آن منشور صحبت از اقدامات فوری نظامی و تعیین کمیته ستاد نظامی ماده 54 و طرح‌های به کارگیری نیروی مسلح ماده 56 شده است. در منظور هیچ نشانه از سازمان منفعل کنونی نیست که مشغول توزیع مسکن و تلاش برای کاهش دردها باشد در افغانستان و گوشه‌های دیگر جهان بکشد. حاکمیت ترورستان، جنگ‌سالاران و دشمنان صلح و عدالت را تحمل پذیر نماید و راه‌های تعامل با گروه‌هایی را بیابد که مردم را به گروگان گرفته و از حقوق اساسی چون کار، تعلیم، و تفریح محروم کردن. از زمانی که ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا تصمیم گرفت نقش سیاسی طالبان را رسمیت بخشد، سازمان ملل به توجیه‌گر و رای صاف کن این جریان بدل شد و تا امروز موجی پروژه هدایت طالبان به مقام امارت اسلامی شده است. در برابر کشتار، شکنجه، تبعیض، کوچ اجباری، منع تعلیم، منع کار و دیگر سیاست‌های ضد بشری طالبان سکوت کرده یا به نشر اعلامیه نصیحت‌گونه بسنده کرده است. البته همیشه چنین نبوده است. هرگاه سهمداران اصلی آن سازمان لازم دیدند با استفاده از منشور و کنوانسیون‌های بین‌المللی جنگ نیز اعلام کرده و توجیه‌گر لشکرکشی ها نیز شده است. همان گونه که در آغاز این قرن در افغانستان و عراق شاهد بودیم، اگر منشور میار است و اصول اساسی سازمان ملل رهنمای عمل یونما می باشد، چگونه این دو سال بی‌عدالتی و ستم را در افغانستان بدون هیچ اقدام بازارنده تماشا کرده است. اگر دستور سرنگونی رژیم صدام حسین و امارت ملا عمر وظیفه سازمان ملل بود، امارت ملا ایت الله چرا بر مردم افغانستان تحمیل می شود؟ اگر نبود آزادی مردم عراق، حمله نظامی را توجیه می کرد، شکنجه نزدیک به 40 میلیون افغان تا مرز مردن از گرسنگی جمعی و تبدیل این کشور به زندان بزرگی که در آن کار، تعلیم و تفریح از مردم گرفته شده است، با چه معیار تعامل می شود؟ رفتار شرکتی یونما در خیلی از موارد شبیه یک شرکت بزرگ یا کنسرسیوم نهادهای کمک رسانی عمل می کند که تطبیق برنامه های سالانه، تهیه پروپوزل، جمع‌آوری کمک، تضمین معاش و ادامه کار مامورانش در اولویتش قرار می‌گیرد و وظایف مندرج منشور به سود این اولویت‌های سازمانی کنار گذاشته می‌شود.